خانم ها آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در میهن بلازده ما عمیانان گرامی، که بختک جمهوری اسلامی بر سر مردم افتاده، برای هر کمبودی، برای هر عدم مدیریتی و اشکالاتی که پیش میاد، رژیم یا از روزخانها برای توجیه علمی به اصطلاح خودشون و مذهبی با گفتن روایات و آیات و نمیدونم تفسیرهای گوناگون توپ و تو سرزمین توی طرف مردم میندازن، و یا اینکه این کمبودها نه تنها باعث خجلت اونها نمیشه، عدم مدیریتشون، و اینکه یک بار بیان در برابر مردم میهن ما ادعا بکنن و اظهار بکنن که ما در این برنامه به علت عدم مدیریت، به علت نداشتن کاردانی و علم کارشناسی در هر رشته‌ای اشتباه کردیم، در یک جنگ خونین 8 ساله که 5 سالش فقط به خاطر لجبازی بین حضرت امام ره و آقای صدام حسین ادامه پیدا کرد و عاقبت جام زهر رو آقای روح الله خمینی سرکشید، هیچ کس نیامد در برابر میهن، مردم میهن ما توضیح بده که چه چیزی باعث شد 5 سال جنگ بی حاصل ادامه پیدا کرد بعد از اینکه نیروهای عراقی از خاک میهن ما رانده شدند. و در این مدت یه چیزی حدود 1,000,000 نفر کشته و زخمی شدند، حدود 600,000 نفر کشته شدند و 400، این که آمار خود رژیم، البته 400,000 نفر هم زخمی شدن، و به گفته آقای آیت الله یا حجت الاسلام رفسنجانی 1,000,000,000,000 درست شنیدید، 1,000,000,000,000 به میهن ما خسارت وارد اومد. بعد از اینکه امام مرحول اون جام زهر رو سرکشید، هیچ مقام دولتی نیامد در برابر مردم میهن ما توضیح بده که چرا این جنگ ادامه پیدا کرد و چرا در این جنگ شکست خوردن. برایشون مهم نبود همیهنان گرامی، 1,000,000 کشته و زخمی برای پیشبرد دین مبین از نظر آقایون مهم نیست، همونطور که 400 نفر 450 نفر رو در سینما رکس آبادان آتش زدن فقط برای اینکه رژیم قبلی رو متهم بکنن به اینکه یک رژیم جانیه، مردم رو سوزوندن، بعدم یک دادگاه فرمایشی تشکیل دادن. آقای موسوی تبریزی که الان جز آزادی خواهان اصلاحاتی ها هست، دادگاه سینما رکس آبادان رو تشکیل داد، یه عده بیگناه کشتن ولی اصل کاری ها رو همطوری آزاد گذاشتن. آقای تکبلی زاده، کسی که خودش آمد داوطلبانه معرفی کرد خودشو و گفت آقایون در سینما رکس من تقصیرکار اصلی بودم، من به وسیله یه آقایی که پیپ میکشید، عینک دودی میزد، عمامه مشکی داشت، ایشون ما رو راهنمایی کرد، یه نفرم به ما معرفی کرد، ما رفتیم این مواد رو گذاشتیم تو سینما رکس و سینما رو با آتش کشیدیم. هیچ کس نپرسید این آقای امام سیاه که عینک دودی میزد، پیپ میکشید و الان رئیس روزخان هاست کیه؟ آقای موسوی تبریزی حالا شده جز آزادی خواهان طرفدار آقای موسوی و آقای کروبی که معتقدند در رژیم فعلی ایران بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد
آزادی های مصرح در قانون اساسی نقض شده. همونطور که اگه یادتون باشه آقای خلخالی هم جزء اصلاحچی ها بود، البته همین آقای سانعی، آیت الله سانعی که الان خیلی هم مورد احترام عده زیادی هم هست، ایشون هم جزء حکام شهر بوده، که امروز هم ایشون حالا نمیدونم به چه دلیلی شدیداً به دولت اسرائیل حمله کرده و گفته آتش بیار معرکه نباشیم در داخل، و البته همین حرفای اینا رو هم تکرار کرده. یعنی پرونده هر کدوم از این جناهای مختلف این رژیم شما وقتی در نظر میگیرید، همین الان میگم دست کمی از اون دسته ندارن، از آقای رفسنجانی بگیرین تا آقای موسوی تا آقای کروبی و بسیارشون. حالا آقای کروبی و آقای موسوی به دلیل مداومت و مقاومتی که حداقل به خاطر اون سیل جمعیتی که مردم ایران آمدن اینا رو تایید کردن در اون زمان، در اون به اصطلاح برهه از تاریخ، مورد احترام مردم هستن، قابل تقدیر هم هستن که در برابر این جانیان دیگه وایسادن، ولی پرونده اونا بسته نشده. اینا باید در دادگاه های ملی آینده جوابگو باشن، ممکنه واقعا بی تقصیر باشن. اما همین الان گرامی برای هر کاری این آقایون توجیه دارن. جنگو گفتن که کشورهای مختلف دست به یکی کردن، از روسیه، از اتحاد شوروی گرفته تا کشورهای عربی تا آمریکا تا فرانسه، همه رفتن تو جبهه عراق. ولی سوابق نشون میده که تمام این کشورهایی که اینا نام بردن درست میگن، کاراشون درست بوده، ولی همزمان به اینام کمک میکردن، چون سیاست غرب این بود که دو تا دولت ناراحت منطقه رو به جون همدیگه انداختن، اینقدر اینا همدیگه رو بزنن تا در ضعف کامل نابود بشن، و یکیشون که نابود شد. حالا دومیشم من اهل دعا و نمیدونم این چیزا نیستم، ولی امیدوارم. حالا شما در هر موردی که پیدا مرغ کم میشه، به جای اینکه بیان بگن آقا این از بی ارزگی یک رژیمه که بدیهی ترین چیزا رو نمیتونه برای مردم تأمین کنه، شروع میکنن آیه صادر کردن، روایت صادر کردن، امام جمعه بروجرد یا خرم آباد میگه که مرغ به دلیل اینکه در زمان حیات مبارک حضرت خضر به گفته های حضرت خضر بی اعتنا بود، حضرت خضر مرغ رو نفرین کردن، خداوند بال بهش داده اما پرواز نمیتونه بکنه. بنابراین خوردن مرغ، اینی که بعضی ها میگن مکروهه، نه مکروه نیست، بلکه حرامه. و یکی دیگه شون میگه آقا نخورید، برین اشکنه بخورید، و یکی دیگه میگه ما به خاطر مرغ قیام کردیم، مردم بدهکارم شدن در برابر اینا. حالا یه موقعی آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی آمد گفتش که آقا ما اینقدر ارز داریم که اگر 80 برابر این ارزی که الان تو بازاره بریزیم تو بازار، بازم ارز داریم برای چند سال آینده. امروز آقای بهمنی میدونی چی گفته؟ گفته علت این که دلار آمریکا شده 2100 و نمیدونم 30 خورده‌ای یا بیشتر، دلیلش اینه که حالا قیمت رسمیش رو بهش میگن 2110 تومان، دلیلش اینه که مردم رو آوردن به خرید ارز، ارز رو میخرن میارن قایم میکنن دلار رو، یورو رو، و اینجور سرمایه گذاری میکنن. خوشتون آمد؟ اینه چه دولتی میده؟ دولتی که بین 60 تا 80 میلیارد دلار واردات داره، از چوب بیل گرفته که از اندونزی، خوندم لیستشو براتون، سینه بند، دسته بیل، میخ و بسیاری از این اقلام که در داخل میهن ما، اینا باعث این بود که یه عده زیادی از این را نان میخوردن، همه اینا رو وارد میکنن. میوه‌های لوکس، نه میوه‌هایی که به درد مردم میخوره، گوشت،
مرغ اصلا مثل که دست هایی در کاره که صنعت، کشاورزی و دامداری تو میهن ما از بین ببره. کارخونجات دیدید که روز به روز کارگرها رو بیکار میکنن. یک قانون گذاروندن 144. طبق این قانون دستگاه های دولتی بایستی کارخانجات که متعلق به خودشونه بفروشن، به ملیش کنن، بفروشن به مردم، شرکت های خصوصی، تا اونا بتونن اینا رو اداره کنن، چون دولت اداره کننده خوبی نیست. خیال میکنی چی شد؟ همطور که آگاهی، سپاه محترم پاسداران، برادران پاسدار که بسیار آدم های تمیز بدون هیچ نوع حقوق بازی، اصلا خیال نکنید 112 تا بندر رو در اختیار دارن، نه، خیال نکنید گمرکات زمینی و هوایی و دریایی در اختیارشونه، نه، طوری که حتی آقای احمدی نژاد هم بهش اشاره کرده، نه، اینا هیچ کدوم، اینا شایعه است. همه اینا افتاد دست سپاه محترم پاسداران و نیروهای امنیتی، یعنی چماق به دستایی که مردم برن تو زندان‌ها کتک میزنن، شکنجه میکنن، میکشن، و نیروهای پلیس ناجا و نمیدونم اینا. همه این شرکت ها از دولت رسید دوباره دست همون کسانی که در دولت هستن. نتیجه چی شد؟ آقایون اومدن گفتن آقا این کارخانجات اگه استفاده میکرد دولت نمیفروخت. خب ماشینا رو پیاده کردن فروختن به کشورهای اطراف، افغانستان، نمیدونم عراق، همین جایی که دور برشون هست. بعضی از این کارخانجات نو بودن، سوده بود، افتاد دست آقایون، ضرر کرد. خب کارخانجات رو پیاده کردن، کارگرارم بیرون کردن، چون مفت خریده بودن از دولت. بعد زمین ها رو شروع کردن فروختن، دیگه استفاده از این بهتر میخواهن، زمین ها رو فروختن، زمین های کارخانجات. کارگرهای بیکار کردن، براشون مهم نیست. شما میبینید هزاران کارگر میهن ما میان تظاهرات میکنن جلوی مجلس، جلوی کاخ ریاست جمهوری، نمیدونم جلوی فرمانداری ها، استانداری ها، خودشون آتش میزنن. 14 ماه، 22 ماه، 18 ماه نوشتن ما حقوق نمیگیریم. آقای رئیس جمهور چگونه زندگی کنیم در حالی که 14 ماه حقوق طلب کاری؟ بعد بعضی ها اینجا میگن آقا خب چشمشون دراد نرن، 14 ماه حقوق طلب کارن بازم میرن، خب چیکار کنن؟ خب اونا خدا میخوان اینا نرن، بعد پولا رو بخورن دیگه. این کارخانجاتونه. دامداری ها، بسیاری از این دامدارها میگن آقا ما بارها و بارها و بارها به دولت گفتیم شما این یارانه ها رو که درست کردین، هدفمند کردن یارانه ها، قیمت برق یهو شده 10 برابر، 20 برابر، نمیتونیم بدیم. گفتن ما یه قانونی تصویب میکنیم که هنوز تصویب نشده. اونا برشکسته شدن، اینا هنوز تصویب نکردن. اینا گاز میخواستن، آب میخواستن، برق میخواستن برای گردوندن این دامداری های بزرگ که هم توش گوسفند و مرغ و نمیدونم گاو و بوس از این چیزا پرورش میدادن و شیر اینا رو میگرفتن میدادن به کارخانجات لبنیات و نمیدونم پوستشو میفروختن. همه اینا دولت قدر قدرت جمهوری اسلامی گفت آقا ما پول داریم خرید میکنیم خارج. حالا که تو مبادلات بانکی قد یقه اینا رو گرفته، اجازه رد شدن پول و از اون ور خرید و اینا رو نمیده، مملکت زمینگیر شده. ولی اینا که ارو نمیرن که، اینا میگن آقای بهمنی گفته ما به اندازه کافی ارز داشتیم. این معاملاتی که داره صورت میگیره، مردم هجوم آوردن طرف ارز، این باعث کمبود ارز شده. باز اینجا توپ انداختن تو زمین مردم، همونطور که سر مرغ انداختن. بعد مردم بیرجن ریختن تو خیابونا، تظاهرات کردن، این تظاهرات سیاسی شد. فرماندار گفت من خجالت میکشم از مرکز، از مقامات محترم جمهوری اسلامی، از مقام معظم رهبری که بگم مردم نیشابور، ببخشید، مردم نیشابور قیام کردن برای مرغ، خجالت آور نیست؟ زلزله اومده 6.2%، 6.2 در ریشتر،
گفتم براتون، بسیاری از کارشناسان معتقدند، کارشناسان بین المللی و کسانی که در ایران هستند و جهانیان قبولشون دارن، گفتن آقا با این درجه شدت ریشتر یک نفر هم نباید کشته میشد. یه نفر چرا؟ برای اینکه ساعت 5 بعد از ظهر این زلزله آمده، اگه نصف شبان بود که الان 40,000 نفر مرده بودن. 100 متجاوز است، ببخشید 74,000 نفر در این جریان زلزله زده شدن. 74,000 نفر. هزار و ده روستا در منطقه آسیب دیده. عکساشو الان وارتان براتون نشون میده. 1,010 روستا در اینجاها بین 60% تا 100% نابود شده. آب آشامیدنی ندارن، توالت های بهداشتی ندارن، دارو نیست، جاده ها خراب شده. سرما در مناطقی است که سرما حدود 15-16 روز 20 روز دیگه فرا میرسه. نگاه کنید تا 17-18 ساعت اول این مردم خودشون بودن با وسایل ابتدایی، با بیل و کلنگ و افتادن به جان این ساختمان های مخروبه تا بچه هاشون و خانواده شون نجات بدن. خب کار چون غیر علمی بود، هیچ بعید نبود این کلنگی که میزنن بخوره تو مغز یه نفری که اون زیر هنوز زنده است. بعد از 16 ساعت آقایون کاری که کردن این بود که گفتن آقا عملیات متوقف. ده مگه میشه؟ صدها نفر زیر این آوارن متوقف. 4 روز بعد از حادثه یه پیرزن سالم از اون زیر کشتن بیرون. مردم چقدر اینا رجز خوندن، گفتن آقا ما بلا آقای معاون رئیس جمهور محترم. آقای رئیس جمهور که همون روز سوار هواپیما شد رفت به مکه برای اینکه حج عمره رو 2 روز زودتر از کنفرانس انجام بده. رفت و پذیرایی و دلخوشیش هم این بود که ملک عبدالله دست اینو گرفته، گفته بشین بغل دست منو. آخه اون دفعه رفت ملک عبدالله دستشو گرفت، گفت این ملک عبدالله اوضاعش در داخل خراب بود، میخواست با دست گرفتن این که دست منو میگیره موقعیت داخلیشو مستحکم کنه. کی اینو گفت؟ این آقای احمدی نژاد که خودش با 1,000 تا تقلب از طرف مقام معظم روزخان بزرگ و اون احمد جنتی از توی صندوقا به طور نامرئی و در اومد. میلیون ها نفر گفتن رأی ما کو، سرکوب، کشتار، زندان، شکنجه و بقیه قضا. این آقا گفت ملک عبدالله دست منی گرفته بود که موقعیت داخلیشو محکم کنه. حالا این دفعه هم رفته، یک نفر فقط رأی مخالف داد، اونم احمدی نژاد بود. 56 کشور یا 40 نمیدونم دقیق الان تو خاطرم نیست چون ندارم من، اینا رأی به اخراج سوریه از کنفرانس اسلامی داد. فقط آقای احمدی نژاد تنها بود. بعد یعنی این فضاحت در سیاست خارجی، یعنی افتضاح، یعنی این که جمهوری اسلامی بین حتی اون کشورهایی که باش روابط دوستی داشتن اینا تنهای تنها ایزوله شده. بعد میدونی چی گفتن؟ همراهان آقای احمدی نژاد گفتن به محض اینکه نطق آقای احمدی نژاد تموم شد در کنفرانس مکه، عده زیادی از این رهبران از این دروغا که همیشه میگن آمدن به ما و به آقای احمدی نژاد گفتن آقا ما با حرفای شما موافقیم، ما خیال نکنیم ما رأی موافق دادیم با اونا، حرفای شما کاملا منطقی و درسته، منتها ما نمیتونیم بگیم ولی شما میتونیم بگیم. آخه تو رو به خدای هم چیزی وجود داره؟ کشورها بر مبنای همیهنان گرامی منافع خودشون، منافع ملیشون اقدام میکنن. مثل جمهوری اسلامی نیستن که بگن خط قرمز ما سوریه است و اگر سوریه سقوط بکنه، گفت اون سردار قوچلی، حسن فیروزآبادی بیتار، گفت به ترکیه صبر کنی ما از
سوریه فراغت حاصل بکنید بعد میان سراغ شما. تهدید کرد. اردوغان گفت این خنده آوره، در حالی که ما در بسیاری از موارد از جمهوری اسلامی طرفداری کردیم، این آدما میان مرتب ما رو تهدید میکنن. و بعد آقای صالحی وزیر خارجه گفت نه این آدمای بی مسئولیتن. آقا این رئیس ستاد کل نیروهای جمهوری اسلامیه، بی مسئولیته. حالا از چند روز قبل ساز کوک کردن در مورد اینی که اسرائیل باید نابود بشه. من امروز در مصاحبه با رادیو اسرائیل گفتم همینان گفت جمهوری اسلامی طالب جنگه. جنگ برای جمهوری اسلامی همونطور که رهبر مرحولشون گفت نعمته. آقای خمینی گفت جنگ نعمته. راست میگه. اینا در جنگ گذشته توانستن تمام نیروهای مخالف رو سرکوب کنن و همه تقصیرای خودشون رو، بی عرضگی های خودشون رو، عدم مدیریت خودشون رو بنزن گردن جنگ. حالا هم همینطور در تمام مسائل به بن‌بست رسیدن، به دیوار خوردن، به دیوار. پول ملی بی ارزش شده. یه دفعه گفتن 4-0 خواهیم برداریم. اصلا شما دیگه در آینده من فکر میکنم باید یه گونی پول ببرین تا بتونین دوتا نون سنگک بگیرین، همونطور که در قبل از جنگ بین‌الملل دوم در آلمان بود. شما برای اینکه یه بروچن بگیرین از این نونای کوچیک آلمانی باید 2-3 میلیون مارک میبردید، یه دونه نون کوچیک نانک بروچن میگرفتید. و الان در زیمبابوه اون رفیق صمیمی آقایون، آقای موگابه، شما باید 10 میلیارد دلار زیمبابوه رو ببرین دوتا نون بگیرین. 10 میلیارد یه گونی پول باید ببرین تا بتونین دوتا نون بگیرین. اینا پول ملی ما رو به این سرنوشت دوچار کردن. بعد این آقایون که عرضه نداشتن یه زلزله 6 ریشتری رو مدیریت کنن، مردمی که زیر آوارا بودن، حالا میگن ما باید مدیریت جهانی بکنیم. ما باید در دنیا عدل، توحید و برابری و برادری رو پیاده کنیم. این حرفای احمدی نژاده و حرفای رئیس روزخانه هست همینان گرم. من نمیگم، خودتون بارها شنیدید. یعنی هزاران چادر دارو اینا همه میاد سپاه ورم داره انبار میکنه بعدم میفروشه دیگه، معامله بهتر از این میخواد؟ به اسم زلزله زده. در دنیا هیچ کشوری رو پیدا نمیکنید همینان گرم که گردانندگان مملکت یه جو غیرت ملی مثل اینا اینقدر راجع به این مسائل غیرت رو نمیدونم این چیزا اصلا هیچ، ارق ملی هیچ. مردم مردن خب بمیرن. آقا ما 1 میلیونشون کشته باره میدونم اسیر و معلول دادیم، اسلام رو حفظ کردیم. اسلام هم یعنی حکومت. حالا هی دارن تهدید میکنن، هی تو این تبل جنگ میکوبن، تو بوق جنگ میکوبن، از این طرف اینا، از اون طرف هم آقای نتانیاهو و آقای اود بارک. آقای شیمون پرز میگه این جنگ خانمان براندازه، من از وحشت این جنگ نمیتونم بخوابم شبا. بسیاری از جنرال های اسرائیلی مخالف جنگ هست. آقای اولمرت نخست وزیر سابق مخالف جنگ هست. آقای مفاز، عده زیادی از این سازمان های کوچک اسرائیلی حتی نوشتن برای خلبانان اسرائیلی که اگر شما رو در هواپیمای جنگی گذاشتن ایران رو بمباران نکنید. در یک کشوری که دموکراتیکه دیگه، نمیتونید منکر بشید که انتخابات آزاد داره، مردم رأی میدن، نماینده های واقعیشون میرن تو کنست. ولی در ایران چی؟ این آقایون از جای مردم ایران صحبت میکنن، به جای مردم ایران هم میگن ملت. امروز آقای وحیدی، سردار وحیدی وزیر دفاع، آقای محسن رضایی، همون که جنگ رو به کثافت کشید و بعد استعفا داد در زمان امام، ایشون فرمانده نیروی سپاه بود دیگه، اینا دوباره شروع کردن آقا ما اسرائیل محو میکنیم، خود رهبر محو میکنیم، احمدی نژاد محو میکنیم.
اگه اونا ساکت بشن اینا هم میگن آقا ما جنگ، بیاین بیاین تا ما اسرائیل از صحنه گیتی محوش کنیم. جنگ برای اینا نعمته، باور کنید. اگه جنگ بشه همه تقصیرها میفته گردن جنگ، میتونن همه نیروهای مخالف رو سرکوب کنن، چون جنگ هوایی زمینی که نیست که اشغال بشه مملکت. از اون بالا دغ 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 میزنن. خب حالا همه رو هم زدن، خب میرن. اینا که نمیرن که، این مردم هم که باید تاوانی اینو پس بدن. هنوز جنگ ایران و عراق، قسمت های نمیدونم جنوب ایران و غرب ایران، قصر شیرین در غرب و خیلی جای دیگه و این ور اهواز، خرمشهر، آباد هنوز خرابه است. ولی دیدین لبنان رو چجوری آباد کردن؟ آدم های بیمسئولیت اینا رو. حالا مشکل اینا میدونی چیه؟ مشکلشون سر دیدن ما در عید فطره. خب عمیانان گرامی، خیلی صحبت های دیگه است که اینا حتی اجازه ندادن به عمیانان سنی ما در تهران یا کلان شهرها نماز عید فطر بخونن. حالا اینا رو میذارم برای برنامه دیگه. در برنامه امشب عمیانان گرامی دعوت کردم از آقای مهندس حسن فیروزی. آقای مهندس فیروزی دهمین سمینار بنیاد مهرگان رو در چند روز آینده، یعنی 30 آگست اول و دوم و سوم سپتامبر اجرا خواهند کرد. حالا در برنامه امشب با آقای مهندس فیروزی صحبت میکنم. قبل از اینکه با آقای فیروزی صحبت بکنم، عمیانان گرامی، من بارها در این برنامه گفتم من با آقای فیروزی در یک همین از این برنامه هاشون بدون اینکه هیچ آگاهی داشته باشم آشنا شدم و تقریبا از سمینار سوم یا چهارم بود من در این سمینار سوم شرکت کردم. نظم این سمینارها، مسائلی که مطرح میشه در این سمینارها و این صمیمیت و علاقه ای که آقای فیروزی و دوستانش در بنیاد فرهنگی مهرگان انجام میدن، برای منی که از اروپا آمده بودم حیرت آور بود. ما اکثر 200 نفر تو اروپا میتونستیم جمع کنیم، اونم اختلاف و دو دستگی و ده دستگی و اینا. من رفتم دیدم در یکی از بهترین هتل‌های سان دیگو آقای فیروزی و دوستانش این سمینارها رو برگزار میکنن. 1000-1200-800 بستگی داشت به سمینار، مردم شرکت میکردن با نظم و ترتیب، میشستن سخنران به اصطلاح سخنرانان رو گوش میکردن، بعد آخر سر اینا رو یادداشت میکردن، سوال میکردن ازشون در روز آخر. و مهمتر از همه در این اجرای این برنامه ها بازار مکاره میذاشتن از کارهای دستی ایرانیان، از لباسهای ایرانیان، از نقاشیهایی که همیهنان ما در اینجا انجام میدن، آثار نقاشی، کتاب، میزای کتاب، تمام این چیزهایی که شما نمیتونید در یک مجموعه جمع بکنید این سمینارهای مهرگان درش بود. و مهمتر از همه یک محیط بسیار صمیمی که مردم از نقاط مختلف آمریکا، از اروپا، از نمیدونم کانادا، از حتی استرالیا می اومدن. من یادم چند روز قبل با آقای مهندس فیروزی بودیم، یه خانومی از باکو در آذربایجان، اران البته نه آذربایجان، هم آذربایجان میگن دیگه، تلفن کرد و آقای مهندس فیروزی ایشون رو دعوت کرد که بیاد و اینقدر تحت تاثیر قرار گرفت آقای فیروزی که گفت من حاضرم، شما فقط پول بلیط رو بده، همه نمیدونم اینجا رو کارا شما انجام میدیم براتون، شما میهمان سمینار هست. میخوام اینو بگم عمیانان، با ذوق و علاقه میان. حالا در جریان این کارا همیشه میدونید سلایق فرق میکنه دیگه، یا آقای رو دعوت نمیکنی میاد شروع میکنه شانتاژ کردن، یکی دیگه میگه آقا چرا منو برای سخنرانی نذاشتی، فلانی رو گذاشتی، شروع میکنه نمیدونم از این مسائل پیش میاد. اینا چیزاییه که ما آشناییم باش دیگه. امسال این سمینار تعداد بیشماری سخنگو داره، سخنران داره و طبق روال هر ساله من همونطور که شما آشنا هستید داوطلبانه خودم با آقای فیروزی هم گفتم تا زمانی که شما این سمینار رو برگزار میکنید من حاضرم در هر کجا که باشه در مورد این سمینار بدون هیچ نوع چشم داشت، بدون اینکه بیام قلاف بکنم،
اون واقعیت ها رو در برنامه بگم. شما رو هم دعوت تو میکنم هر جای دیگه هم برنامه کمون که رفتیم آخر هفته گذشته رفتیم به سن حوزه و در برنامه دوست قدیمی خودم ستار دردارم شرکت کردیم و من باز نشستم بغل دست آقای مهندس فیروزی. امشب هم از آقای مهندس فیروزی دعوت کردم در این برنامه بیان و راجع به سمینار امسال دهمین سمینار بنیاد مهرگان با شما صحبت کنم. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. مرسی از دعوتتون. مهندس فیروزی خواهش میکنم. خب حالا دوباره بفرمایید که آقای مهندس فیروزی این سمینار چه روزی تشکیل میشه، چه روزی به پایان میرسه؟ بله این سمینار روز جمعه 31 همین ماه آگوست ساعت 5:55 بعد از ظهر با سرود ایران شروع میشه و تا روز دوشنبه 3 سپتامبر ساعت 1:30 دوباره با ترانه‌های ملی و میهنی به پایان میرسه. لابد سوال دوم اینه که هدف از این سمینارها چیست؟ بله شما کار من آسون کردید، بفرمایید. هدف از سمینارها جمع شدن ایرانی ها دور همه، هدف از سمینار آشنا شدن از نزدیک با همه، هدف از این سمینارها بالا بردن پرسش های ذهنمون از مسائل روزه. خبره نیست، حکم یک آموزش کوتاه مدت داره با شنیدن روایت ها از زبان افراد با سلیقه های متفاوت. جناب حسین فرجی، یکی از دوستان وقتی از موضوع سمینار مطلع میشن و میگن که من فلان آقا را دوست ندارم، باید پول هواپیما بدم، پول هتل بدم، پول سمینار بدم و باید بیام بشینم پای صحبتش، جواب ما این است که دقیقا همین است. دقیقا ما برای رسیدن به یک تفاهم ملی و تاریخی باید تحمل شنیدن افکار و نظریات مخالف را داشته باشیم و مختلف. بله. تنها مذهبیون هستند که بعضی وقتا در آراء مذهبی افراد به خرج میدهند برای اینکه نشنون کلامه کسی را دستشون رو تو گوششون میذارن. دنیای امروز با این اطلاعات و رسانه‌هایی که در اختیار نسل جوان شده ما داریم به یک آگاهی‌های بین المللی دست پیدا میکنیم. ما نمیتوانیم صرفاً به مطالعات خودمون قناعت بکنیم و بگیم ما میدانیم. من با عرض معذرت از دوستان دارم عرض میکنم خدمت شما، زمان آن رسیده که ما از قاطعیت، حتمیت، اکملیت و آخریت و مقدس بودن باید دست بکشیم. بنابراین بنیاد فرهنگی مهرگان که بنده یکی از اعضای اون هستم، الان بعد از 25 سال صحبت از شبهای شعر، سمینارهای یک روزه، سمینارهای دو روزه، از 10 پیش مبادرت به تشکیل سمینارهای 4 و 3 می‌کنیم. افرادی که از راه‌های دور میان در یکی از زیباترین هتل‌ها پذیرایی می‌شوند و ما ای کاش این امکانو داشتیم و حتی خود جناب عالی شاهد هستید برای اینکه یه مقدار امکانات دولتی به دست بیاوریم راهی واشنگتن شدیم، ولی به قول اینا کوالیفاید نشدیم. به ما گفتن که شما چون تمام این سمینارها در سان دیگو داشتید و ایالت‌های دیگر را نگشته اید مشمول نیستید. بنابراین ما فکر کردیم که به جای این کار در سان دیگو که بهتر میشناسیم، هتل‌هاشو بهتر میشناسیم و آشنایی بیشتری دوستان به این منطقه دارن، در همین جا به همین کار قناعت بکنیم. دوباره برگشتیم به سان دیگو و امسال هم حقیقتش این بود. آن هتل جدیدی که رفتید خیلی راجعش تعریف شنیدم، کنار دریاست. خود از تالی اولین بار به این هتل تشریف بردید. ما 3 سالی بود که ما اول هتل شرایتون قرارداد بستیم. در از این 10 بعضی رقم ها و اعداد گفته میشه که یا مبالغه است یا مقرون به حقیقت نیست. جمع قراردادی که در عرض این 10 ما با 4 هتل بستیم حدود 1 میلیون دلار.
و این قراردادها را شخصا بنیاد فرنگی مهرگان تصویب کرده، ما هم امضا کردیم و جمع ضرر و زیان ما هم از این 10 تا سمینار به طور متوسط زیر 100,000 دلاره. بعضی از دوستان میگن که آقا اگه این سمینار را خسارت ضرر میده پس چرا تعطیلش نمی کنید؟ و من حیرت میکنم که مگر سمینار مغازه بقالیه؟ مگه بیزینسه که تعطیلش کنیم؟ ما تلاش کوچک خودمان را برای زنده داشتن این احساس ایرانی، چون در آذربایجان من جاهای دیگه نشنیدم، ولی در آذربایجان وقتی میخوان شما را دعوت بکنن دیگه جلن بیزیم ایو با هم بیرتشه پنیر چرکی یخ تشریف بیارین خونه ما، نون و پنیر با هم بخورید. در این یک نوع عرفان، در یک به اصطلاح خضوع و خشوع وجود داره. انسان ها برای خوردن دور هم جمع نمی شود. شما همین کار کردین و ما هم همیشه این کار کردیم، یعنی نون و پنیر و نور و پنیر و سبزی میذاریم و احساس ایرانیت را تقویت میکنیم. بزرگترین مشکل ما به نظر بنده که به اندازه ناخن تمام این سخنرانانی که پشت میکروفون برده ایم نمیرسم، عبارت از که اول ما باید با هم دوست باشیم. درست. نفرت و کینه و اگر اون بیاد من نمیام و چرا همه اینجوری شدن چرا همه اونجوری شدن، ره به جایی نمیبریم. باید با هم دوست باشیم و مشکلات رو، حتی در طول تاریخ آدم ها در میدان جنگ جنگیدند، پشت میز مذاکرات به صلح و تفاهم رسیدند. فرهنگ ما فرهنگ خشونت نیست، فرهنگ ما فرهنگ زیباست. ما لغت‌های زیبایی داریم، ما می‌توانیم مخالفت خودمون را به گونه‌های دیگر بیان بکنیم که تولید اختلاف نکنه. خود جناب عالی شاهد هستید و شاید به همین علت، شاید به علت رشته خبرنگاری و به اصطلاح کارهای دیگر علاقه دارید که در این سمینارها شرکت کنید. حالا امسال یه خانم حقیقی است که 10 سال تمامه در این سمینارها شرکت می‌کنه. ما ادعای این که مشکل تمام شرکت کنندگان حل می‌کنیم نداریم، اما اون صمیمیت، اون صلح، اون صفا را به در خانهشون میاریم و روزی که از اونجا میان بیرون احساس اینو دارن که خوب شد رفتم. به خصوص امسال این هتل در کنار دریای آزادی است، در کنار جایی است که چسبیده به اقیانوس و شما احساس زیبای ایرانیت را با دیدن پرچم ایران، با دیدن قیافه‌های هموطنان و به خصوص به قول هتلیا، از هر 4 تا مدیر هتل ما نامه گرفتیم که شرکت کنندگان در این سمینار به خصوص خانما فوق‌العاده لباس شیک می پوشند، رعایت ادب را می کنند، با کارمندان ما دست می دهند. ما خوبی هامون رو نمی بینیم. حالا اگه لباس شیک هم نمی پوشند ولی آدم هایی هستند که مواجه آداب هم. بله. از این نظر من از جناب عالی تشکر می کنم که این دومین دفعه است که من را اجازه دادید در برنامه شما و از طریق این تلویزیون و تلویزیون‌های دیگری که با ما همکاری می‌کنند، از کلیه هموطنان درخواست بکنیم که روز جمعه تشریف بیارن به این سمینار. می‌پرسن آقا چیکار بکنیم؟ نه آقا جانم مهندس فیروزی، اول راجع به این موضوع صحبت کنیم. پول این مدتی که می‌پردازن برای پول هتل چقدره؟ چون هتل‌ها خیلی گرونه. با این ترتیب این هتلی که شما گفتید باید خیلی قیمتش در مواقع معمولی گرون باشه. الان شما چقدر میگید بابت ما با این هتل قرارداد بستیم برای امسال هر اتاق 1 تخته یا 2 تخته فرق نمیکنه. بله. 129 دلار. برای سال آینده برای هر شب، برای هر شب به اضافه تکس برای سال آینده 132 دلار. ولی اگر ما به 125 اتاق گارانتی کردیم، ولی اگر از این اتاق یکشم فروش نره هتل جریمهش از ما میگیره. بله خب مثلا اون یعنی 1/10 اتاقاشو فروخته. در هیچ کجای آمریکا شما قیمتی به این ارزونی برای یه هتلی که با این تشریفات شما میگین با این به اصطلاح بعد شما یه دفعه اشاره کردید که 2-3 روز قبل از برگزاری سمینار و 2-3 روز بعد از برگزاری سمینار این قیمتا همینطوره. 3 روز قبل از سمینار و 3 روز بعد یکی از کانادا میاد، یکی از اروپا میاد، میخوان از این امکانات استفاده بکنن، سندیگو و جاهای دیگرش ببینن. 3 روز قبل از سمینار و 3 روز بعد از سمینار قیمت هر شب اتاقای 1 تختی و 2 تختی 129 دلار
به اضافه مالیاتش است. بنابراین کافیست که فقط شما با شماره تلفن 858-673-7000 تماس بگیرید. حالا آگهیش هم میاد الان. بله. و به ما فقط یه شماره، ما چیز بیشتری نمیخوام، یک نام و یک شماره تلفن. ما اینا که ثبت کردیم، حضرتالی زنگ میزنیم دیگه، من میخوام بیا. اتاقتون رو مشخص میکنید، یک تختی یا دو تختی، اسمتون و شماره تلفنتون میدید، ما به شما کد میدیم. درست. روزی که تشریف بردین به هتل فقط کدتون رو میدید، اونا بقیه کاراش انجام میدن. بله، بذارید من چون فرصت زیادی نیست همین الان گرامی به موضوع اشاره بکنم. گفتم براتون که نون و پنیر سبزی همیشه صبح هست و بعد از کنفرانس بعد از ظهر هست. بعد از ظهر. بعدم در یک محیط خیلی آرام من بهتون بگم همین الان گرامی واقعا باید بیان یک بار ببینید. و مسئله مهم اینه که افکار مختلف هست در اینجا، برعکس بعضی بیلطفی هایی که انجام دادن گفتن یه طرف هست، اینا اینطوری نیست. آقای صدرالدین الهی هست، در برابرش آقای محمد امینی هست، در برابرش دوستان دیگه هستن با افکار و عقاید مختلف، و اینا میان در کنفرانس صحبت میکنن. بعدم به قول آقای مهندس فیروزی، ما باید با افکار مخالف خودمونم، اگر حالا هر عقیده‌ای داریم، هر نمیدونم فکری داریم، با اونام باید روبرو بشیم ببینیم اونا چی میگن. وگرنه اگه قرار بشه هر کی بیاد رو عقیده خود ما صحبت بکنه، که این سمینار اسمش نیست که، ما میتونیم بریم یه جمع بشیم اونایی که با هم دیگه هم فکریم، یه جا توی قهوه‌خانه بشیم قهوه بخوریم، حرفای هم دیگه رو گوش کنیم. ولی زیبایی این کار اینه که آدما با افکار مختلف میان راجع به یه موضوع. موضوع چیه آقای؟ موضوع تنها مطلبی که تا حال جرأت نمی‌کردیم و امسال یه خورده شجاعت پیدا کردیم بعد از 10 سال عبارت از اینه. ما در دوره مشروطیت 106 سال پیش از این می‌خواستیم به مدرنیته راه پیدا بکنیم، ولی بعد از 70 سال درست برگشتیم به همون جایی که بودیم. یعنی عکس آقای را در کره ماه دیدیم، عقب گشت زدیم. چه علتهایی باعث شده و میشود که ما علارغم میل باطنیمون به مدرنیته نمیرسیم؟ چالش ها و تنگناهای مدرنیته یه بحث کاملا اکادمیکه، نه مذهبیه نه سیاسیه، فقط تاریخی و اجتماعیه. به اضافه اینکه امسال دوست عزیز ما جناب هوشمند عقیلی و یکی دیگه از دوستان به صورت داوطلبانه در روز یک شنبه کنسرت خواهند داشت. امسال اگه آقای عقیلی این کنسرت اجرا بکنن، سومین باری خواهد بود که به صورت افتخاری برای بنیاد فرهنگی مهرگان و افرادی که در آنجا شرکت میکنن کنسرت خواهند گذاشت. آقای مهندس، ما وقتمون تموم شده، 2 دقیقه فرصت داریم، چون آگهی هم باید بذاریم. حالا من معتقدم که این آگهی رو بعد از برنامه بذاریم دیگه، آقای وارتن میشه دیگه، درسته؟ بله. حالا آقای مهندس فیروزی، فقط بفرمایید که این قیمتی اتاق رو شما گفتید، حالا برای ورودیه به سالن، کسانی که تو خود سندیگو هستن یا کسانی هستن که اقوامشون در اونجا هستن، میخوام ببینن که برای این 4 روزی که 3 شب و 4 روزی که اونجا سمینار هست چقدر باید ورودی بپردازید؟ ورودیه برای افراد برای 4 روز 3 شب سمینار 125 دلار که شامل کنسرت هم هست، ولی اگر شرکت کننده دانشجو باشد 50% به اونام تخفیف داده خواهد. اگر کارت دانشجویی، اگر با ارائه کارت دانشجویی در محل. بنابراین اسم نویسی خیلی ساده است، با یک تلفن انجام میدن، بعد تشریف میارن و در سمینار شرکت میکنن. آخر سرم با استفاده از مزایای طبیعت و زیبایی اونجا و با پیدا کردن دوستای جدید، با یک آشنایی به دوستان و زیاد شدن سوالاتشون به خانه هاشون برمیگردن. بسیار سپاسگزارم. مرسی گلبار، خواهش می‌کنم. خب دوستان، برنامه منم به همینجا به پایان میرسه. به این آگهی مربوط به سمینار سندیگو توجه بفرمایید، آگهی بسیار جالبیه، مثل که آگهی رفت اینطوری که من دارم میبینم، فریز شد. بله، به این آگهی توجه بکنید. اگر شماره تلفنی میخواید برای ارتباط با برگزار کنندگان سمینار، همه چیز در این آگهی هست و فردا بر برنامه من بار دیگر این آگهی تکرار خواهد شد. نگاه میکنید به آگهی. خیلی سپاسگزارم از اینکه به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران. بنیاد فرهنگی مهرگان سن دیگو تشکیل 10مین سمینار سالیانه خود را
با رایزنی و سرپرستی محمد امینی در روزهای جمعه 31 آگوست، شنبه اول، یک شنبه دوم و دوشنبه سوم سپتامبر 2012 در هتل مجلل منچستر هایت سان دیگو برگزار می نماید. موضوع سمینار: تنگناها و چالش های مدرنیته در ایران. سخنرانان: شرکت کنندگان در میزگردها محمد عرسی، احمد اشرف، صدرالدین الهی، الهه امانی، محمد امینی، اردشیر بابکنیا، جاله پیرنظر، رضا باوفا، نیره توحیدی، پرویز دستمالچی، شیرین دخت دقیقیان، اردوان روزبه، مجید روشنگر، ماندانا زندیان، رضا گوهرزاد، بهرام مشیری و حمید میرزا آقاسی و با شرکت هنرمندانی چون هوشمند عقیلی، علی فخرالدین و خواننده سورپرایز. لطفاً جهت رزرو هتل و ثبت نام در سمینار با تلفن‌های 858 673 7000 و 858 342 99 91 تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار بنیاد فرهنگی مهرگان سان دیگو، عضو 08 ایرانی.